پویا سلام، ببخشید منتظر بودید. درود آرمین جان، همه دوستان، من یه سوال داشتم، خواستم بدونم در مورد فلسفه مدرنش رو بخونین یا قبل مدرنش، مثلا دوران یونانیان خیلی لازمه تو این دوره مدرنش جواب میده بخونیم از دکارت به بعد. من فکر میکنم کاربرد فلسفه خوندن اینه که ببینی که چقدر تو طول تاریخ مردم کلمه های گنده استفاده کردن برای نتیجه گیری های چرت و پرت اشتباه. یعنی من بیشترین کاربرد خوندن فلسفه این برای من اینه که مردم ببینن که استفاده از کلمه های سنگین معنی منطقی بودن نتایج مردم نمیشه، که ببینن که چقدر با پیچیدگی های بسیار زیادی و خیلی مثلا حرفایی که به نظر خیلی متفکرانه به نظر میرسه و اینا به چه نتیجه های عجیب غریبی فیلسوفا تو طول تاریخ رسیدن. خب من به نظرم اگه کسی بخواد حرف یاد بگیره که چجوری از منطق استفاده بکنه، از همون باید به جای اینکه بره، البته من میگم خوندن فلسفه کاربرد داره ها، ولی اگه کسی میخواد شروع بکنه اصلا فلسفه رو فعلا بذار کنار، برو دنبال یاد گرفتن تفکر نقادانه و اون خیلی کاربردش بیشتر داره. خب یعنی برای تو زندگی روزمره. خب شما اگه میخواین ببینید که تو طول تاریخ مردم درباره مثلا اینکه آیا طبیعت جهان توش مثلا به خودی خود اخلاق رو تعریف میکنه یا نمیکنه، اگه میخواین ببینین که تو طول تاریخ چجوری درباره این بحث شده، میتونین برین فلسفه بخونین. خب ولی اگه میخواین یه چیزی که واقعا به دردتون میخوره که ببینین که مثلا این مثلا سیاستمدار این حرف رو زد بعد به این نتیجه رسید، آیا این حرفش منطقی هست یا نیست، خب این یا یعنی که یک مثلا دکتر مثلا فلانی میگه که نه به این دلیل برو اون دکتر رو ببین، این دکتر رو نبین دلیلش اینه، آیا این دلیل خوبی هست که من نرم اون دکتر رو ببینم این دکتر رو ببینم؟ یعنی اگه این چیزایی که تو زندگی روزمره خیلی بیشتر استفاده داره، اگه میخواین یه چیزی که واقعا کاربرد داره یاد بگیرین، برین همین تفکر نقادانه رو یاد بگیرین. بعد از اونم تازه اگه میخواین برین بیشتر یاد بگیرین، به نظر من بعد از اون باید برین یاد بگیرین که تحقیق چجوری بکنین، خب که بتونین سند پیدا کرد، ببینین سند پیدا کردن چجوریه، چه منابعی رو بتونید بهش اعتماد بکنین، چه منابعی رو اعتماد نکنید، ببینین که ما که وقت نداریم که هممون بریم علم یاد بگیریم، زیست یاد بگیریم، شیمی یاد بگیریم، باید به جای اینکه بریم اونا رو یاد بگیریم، باید یاد بگیریم که بدونیم چجوری تشخیص بدیم که آیا یک چیزی بر اساس علمی به این نتیجه رسیده یا نرسیده. یعنی نریم خود علما رو که ما نمیتونیم بریم همه رو یاد بگیریم، باید یاد بگیریم که بتونیم تشخیص بدیم که چه نتیجه‌ای بر اساس روش‌های علمی بوده یا نبوده، اونو باید بریم یاد بگیریم. بعدم که تازه حالا وقت کردیم اضافه کنیم بریم حالا ببینیم، خب ببینیم فلسفه تو طول تاریخ چی گفتن، اگه بریم سراغ اون باید برای این به نظر من اون موقع هم برای این یاد بگیریم که چجوری میشه به نتیجه های اشتباه رسید. خب یعنی بریم نتیجه های اشتباه این فیلسوفا رو پیدا بکنیم و ببینیم چجوری بتونیم این حرفای پیچیده‌ای رو که زدن و ببینیم چجوری میشه حرفای پیچیده یه نفر رو ساده کرد و ببینیم اصل بیانشون چیه و چرا اشتباه بوده. خب کاربرد فلسفه به نظر من فقط اون فلسفه ایه که تبلیغ روش علمی رو میکنه. خب یعنی کار فلسفه به نظر من اینه که بیاد بقیه فلسفه ها رو از علم بذاره کنار. خب یعنی کار فلسفه به نظر من نگهبانی از دنیای علم باید باشه از بقیه، از فلسفه بعد. کاربرد فلسفه اینه. خب که بیاد توضیح بده که چرا روش علمی درسته و بقیه روش ها اشتباهه. به غیر از این فقط دیدن روش های غلط به نتیجه گیری رو با فلسفه میتونه به ما یاد بده. نظرت چیه پویا جان؟ ممنون از توضیحاتت. رومی جان، من اندیشه نقادانه رو وریا امیری است یه سری کلیپ گذاشته، رفتم دنبال کردم، یعنی الان یه تقریبا 7-8 ماه چی دارم اندیشه نقادانه رو چیز میکنم. اون فلسفه علم هم منظورم، من اشتباه گفتم، اصلا از فلسفه علم دارم میگم. بعد خیلی ما توضیحاتت، آره، این فقط میخواستم بگم تو همون فلسفه علم
مثلا چه تاریخی آدم بخونه بهتر، مثلا چند قرن پیش جواب میده تا خب ببین فلسفه علم از همون زمان فلسفه علم هم از همون اول زمان ارسطو شروع شد دیگه. ارسطو اومد گفتش که ببین ارسطو با اینکه ما میام قضاش نقد میکنیم بالاخره یک برتری به نظر من از افلاطون داشت، برای اینکه یه سری کسایی بودن میامدن میگفتن که ما بیان بشینیم فکر کنیم که مثلا جهان چه جوریه. خب افلاطون هم اینجوری بود. خب البته به از از منطقی یه روش منطقی خوبی هم پیدا کردن، ولی خب ارسطو گفت خب پاشیم بریم بیرون ببینیم چی هست که ببینیم دنیا چجوریه، یعنی بریم تجربه کنیم و نگاه کنیم دنیا رو. خب یعنی ارسطو با اینکه روشش اشتباه بود ولی تبلیغ جمع‌آوری اطلاعات رو از طبیعت کرد و این بالاخره رشد علم بود. حالا مشکل ما با این ارسطو این نبود که این کارو کرد، یعنی این پیشرفت بود، ولی مشکل ما این بود که تمام جهان هزار سال توی این روش ارسطو موند، هزار سال طول کشید که بریم به مرحله بعد که مثلا کسایی مثل فرانسیس بیکن و اینا اومدن گفتن که خب درسته ما باید بریم از دنیا اطلاعات جمع‌آوری کنیم که بتونیم نتیجه‌گیری بگیریم، ولی روش جمع‌آوری اطلاعاتتون غلطه. یک، روش نتیجه‌گیری از اطلاعاتتون هم غلطه. دو، خب و کسایی خب یعنی شما اگه می‌خواید ببینید که کسایی که کارهای فلسفی کردن و از فلسفه‌شون از فلسفه علم بوده و از علم دفاع کردن، شما میتونید از همون فرانسیس بیکن رو بخونید، هیوم رو بخونید، جان لاک رو بخونید، میل بخونید و مهمتر از همه که من نمیدونم چرا اینقدر این شخص از معروفتر از این نیست که باید باشه، کارل پاپر. که این مشکل هیوم با اندکتیو ریزنینگ رو به نظر من کارل پاپر اومد حل کرد. خب یعنی من به نظرم دیدیم توی آمریکا مثلا فوتبال که بازی میکنن، فوتبال آمریکایی، یه دخترایی هستن چیرلیدر میکنن، چیرلیدر مردم فارسی چی میشه؟ چیرلیدر. خب خب من به نظرم کار فلسفه باید این باشه که کنار، یعنی اون کنار بذاره دانشمندان کارهای علمیشون رو بکنن، فیلسوفا اون بالا اون دورور زمین بپرن بالا بپرن پایین بگن علم درست. یعنی تبلیغ علم فیلسوفا باید چیرلیدری علم رو بکنن، کارشون اینه به نظر من. آها ممنون، یاداش کردم همه اون چیزا رو که گفتی. ممنون آقا، خیلی بقیه دوستان بیان بالا همینجا. ممنون پویا جان، خدا حافظ. ها معادل فارسی نداریم، همون چیرلیدر بگی همین میگه.